قسمت هفتم فصل دوم سریال حلقه های قدرت سرانجام بعد اون همه دیالوگ بعد بالاخره جنگو دیدیم و پولی که آمازون میگه برای این سریال خرج کرده اومد رو تصویر. از قسمت های قبلی که دیگه نزدیک بود من لاحاف و تخت و چشمندم من بیارم تو تامنل بهتر بود، حداقل کمتر خواب آور بود. من زیاد به خوابی نیستم، من نمیدونم چرا هر ساعتی از شبانه روز باشه این سریالو میبینم انگار مورفین بهم زدی، شل میشم آروم آروم، چشام سنگین میشه، به محض اینکه اپیزود تموم میشه باز قبراق و نرمال میشم میرم. این قسمت یه جوری بود که همش چیزای خوبی داشت که من خوشحال می‌شدم، مثلا لحظه چارج سوار نظام الفا با اون زرا واقعا حال داد، مخصوصا شاتی که از بالا نشون دادن با اینکه پیتر جکسون اسکی رفته بودن خوب بود، ترجیح میدم همیشه اسکی برن خودشون هیچ کاری نکنن. زرههای طلایی الفا دقیقاً شبیه زره سوار نظام ایرانی بوده، مخصوصا ساسانیای یونیتایی داشتن که حتی بیشتر از اینم طلا و زره لوکس تن اسب و سربازا بوده. ایران تو دوره باستان تو متالوژی و ساخت زره خیلی خبره بوده، تقریبا رقیبی نداشته. برام این چارجای سوار نظام الفو با اسب میبینم با خودم میگم واقعا زمان قدیم سوار نظام ایران برای تمدن بربر اینجوری جلوه میکرده. داشتم میگفتم همش چیزای خوبی داره که من خوشحال میشدم، اما بعدش چه کاری میکنی که میگفتم اون که فاکت اپ دادی. یعنی سریال دو ثانیه نمیذاره لذت ببرم بدون اینکه کار احمقانه ای نکنه. اینا دارن با سرعتی زیاد چارج میکنن و یه قسمت دو متری ارتش اورکا گلادریل تو قفسه، ایراند هم با میکروفونی که دو گوش همه الفاس میگه بچه‌ها ارتشو نگهدارید، بچه‌ها نگهدارید، گلادریل گرفتن ارتشو. دیگه همهم وای میستن 100 متر اونورتر، همه همون لحظه وای میستن. سازنده ها هیچ ایده ابعاد چارج سوار نظام نداشتن چون خشن ترین جایی که بودن تو استارباکس بوده. واقعا نمیشه چارج سوار نظام و 2 سانتی ارتش اورکا نگردش، ابعاد چارج چند صد متره. من اگه اون یه بر بودم با نیزه اصلا گلادریل رو نمیدیدم، دستور ایران هم نمیشنیدم، نیزه رو میکردم تو باسن اورکا. گلادریل حتی نازش اتک سوار نظام ببینم دام بچ نزدی بود پاهاشو واسه شیطان با کنه، شیطانو برد تو ارگیان، کل میدلرس با آشوب رسیده، الانم یه اتک سوار نظام می‌خواستیم بهمون ندادن. می‌خواستم اونو نذات به ما. خیلی متشکرم. اورکا تو این سریال به حدی متشخصن کراوات میزنن مثل دوتا تمدن انسان، همسط با الفا میشینن میتینگ میذارن، آنر دارن، سخاوتمندن، هیچ وقت خیانت نمی‌کنن، حتی به زوجا موقع خدافظی فضایی میدن همو بوس کنن، بهت اسپیس میدن. هدف اورکا کشتن سارونه، هدف الفا هم کشتن سارونه، صرفا این کانکشن رو با هم نمیزنن که راحت همه با هم تیم شن برن سارون رو بکشن. برای چی دارن با هم میجنگن؟ وای دارم آتیش میگیرم. اداری اون نه تنها فهمید هلبرن همون سارونه، بلکه فهمید الفای حلقه هایی دارن که اگه میکس تاج کنه میتونه سارونو بکشه. من هیچ ایده ای ندارم این همه اطلاعات از کجا فهمیده. یعنی استوریلان یه دونه حلقه هایی که برای الفا ساختن و میکس کردنش با تاج مورگو برای کشتن سارون اگه به جایی نرسه دیوونه میشم، چون که تنها دلیلی که گلادریل و ایراند تو اون چادر نکشون یه دونه حلقه بود. ایراند با اسب حمله میکنه به منجنیقای اورکا که لای درختان، که یکی از بیسیک ترین قوانین سوار نظام اینه که به پوزیشنی که لای درختاست با اسب نباید حمله کنی، سریع کشته میشی. چون تو این سریال استراتژی جنگ کلا وجود نداره، ارفام خنگن، اوکی دیگه. جنرال اورکا قاطی میکنه و ادار میگه تو چرا قلب قهوه‌ای میفرستی واسه ما تو واتساپ، چرا قلب قرمز نمیفرستی، چرا ما رو لاو نداری؟ فکر کن تو به عنوان یه اورک وسط یه جنگی هستی که اگه ببازی کلیت نژادت به بردگی کشیده میشه توسط سارون، تو تاریخ هم این جنگو مینویسن، یا رو کنی به شاهت بگی عاشق من هستی یا نه الان تو. اول اینه که کلن فاکینگ اورکا اینقدر ملوسن و لاو لاو میکنن و وانمود میکنم این سکانس اتفاق نیفتاد و رد میشم. دومن چرا یه جوری اکت میکنن انگار یه جنگ غیر مهمه؟ هدفشون چیه؟ مثلا ادار بگی بچه جمع کنیم وسایل رو بریم خونه و زن و بچه نشسته بودیم داشتیم فوتبال میدیدیم، ادار یه بی خودی بلندمون کرده ورده اینجا. و بذار ببینیم چی شد، اینا با منجنیق کردن رو به کوه، کوه زدن
اکو چند تا سنگ افتاد اونجا، رودخونه بند اومد، یه فضای لیز و لذیذ شد که اینا بتونن دستگاه رو هول بدن جلو. انقدر این کار استوپده که حتی هیچ ریاکتی بهش ندارم، صرفا رد میشم. میراندا رو کشتم و مرگ خوبی داشت و راضی بودم. آخه وقتی افتاد گفتم این اسم مسخره میشه، با زنده میشه چون سارون روش کراش داره، ولی اورکه اومد زد کارو تموم کرد. ولی دیگه مصمم چی شد کلیپ که اونجا زد بیرون، چرا مستقیم رفت سراغ یکی از آهنگرای جوونش؟ آخه جزء سیستم دفاعی شهره؟ میراندا چی کاره بود که دایرکت کلیب رفت سراغش، تلاش داشت میگد قانش کنه؟ داستان سریال مثل این گیمای خطی سگایی که 64 کیلوبایت جا داشتن، کاراکترها کمن. تو شهر فقط سارون، کلیب رو میرانداه، همینای با هم دیالوگ میکنن. مکالمه سارون در مورد اینکه کی ویل و اراده بیشتری داره رو دوست داشتم. یکم تو ویدیو قبل کامنت گذاشته بودین ترانزیشنای حالت دیسی به گل و بلبل روشن به حالت دارک خوب ساخته بودن که موافقم. گلادریل خودش آزاد میکنه، دست خالی چند تا اورک اونجا میکشه و به جای اینکه بره قایم شه دور و بر کم، میره وسط و سنتر کم مراسم ختم رو نگاه میکنه. اینا میگم که من از دوران باستان تو دوران مدرن بتلا رو خیلی مطالعه کردم و هرگز وسط جنگ سربازا رو دفن نمیکنن یا نمیسوزونن، بعد جنگ این کارو میکنن. اینجا وسط جنگ ادار فرمانده وقت این کارو داشت. یه مورد دیگه که اینجا رو مخم رفت اینه که در کنار همه ضعیف تر شدن و ملوس تر شدن، اورکا حس بویاییشون هم به این رفته. گلادریل اون بغل بوش و ایشکی تشخیص نمیده، یعنی نکرده بودن گلادیل اینجا حداقل یکم باهوشی کنه، زر استتار کنه، گل به ما رو به صورتش، لباسه که این اورکا رو بپوشه. اصلا نمیخواستن صورتش تغییر کنه، ولی ایرندیاری که به راحتی وارد کمپ اورکا شده سر به زنگا میرسه، گلادیل نجات میده، میگه من همین الان میخوام برم ادا رو بکشم. گلادیل میگه داداش الان نکن که. ولی طبق اتفاقی که جلوتر میفته، یعنی گلادریل ارندیر هم اینجا به کشتن داد، شاید اگه بی هوا میرفت سراغ ادار موفق میشد حداقل. یه کار درست گلادریل تو این سریال نمیکنه. یکی از بدترین سکانس‌های جنگی که تو زندگیم دیدم اونجایی بود که الف ژاپنی چند تا تیر میخوره، دقیقا معلوم نیست کی و کجا داره بهش تیر میزنه. اون اورکایی که تیر اندازن از یه جا به بعد استاپ میکنن، هم تیراشون تموم میشه. بچا وایسید ببینیم میخواد چیکار کنه دیگه، تیر نزنید. و به طور فیکی خودش رو این بلند میکنه، آماده میشه، یه دونه تیر میزنه. تو اون تاریکی شب همه اون تیر رو میبینن، اینجوری نگاه میکنن، واضحا اون تیره میخوره به یه جایی، یه انفجار اتمی رخ میده و دیوار شکم میشکنه. چرا یه سطل بمب اتم کنار دیوار شکن اورکا بود که دقیقا یه تیر بخوره بهش منفجر شه؟ اونو کاری نداریم. و با این دختر آسیایی میخواستن چیکار کنن؟ میخواستن حس درست کنن تو من، یعنی کلوخ تو سر نویسنده که تو این اپیزود با این دختری او توری احساسی مثل برومیر افتاده مرده. من هیچی حس نکردم، اتفاقا خوشحالترم شدم اونجوری. مثلا من طرفدار اورکام تو این سر، طرفدار سارونم، بقیه همه خنگن. کلیبر خونیمالی با 4 تا الف اینا سارون رو دستگیر کنن، سارون هم خیلی راحت یه کاری میکنه، اینا همدیگه رو بکشن، که سکانس خوبی بود، دوست داشتم. مثلا اونجایی که سر اون الف رو زد. ولی یکم که بیشتر به اون سکانس فکر میکنم، میگم یعنی اینو میزان قدرت سارون رو نمیدونن، فکر میکنن این بچه تینیجر رو میخوام برن دستبند بزنن بیارن سارون رو دیگه همتون رو میکشه. اورکا قوله رو آزاد میکنن، ارندیر هم اینجا یه بالای دیوارای شهره، مثل شبح همه جا میره، وارد شهر در حال محاصره میشه. از اون برم خیلی راحت وارد کمپ اورکا شد، قوله آزاد شد، هیچ کاری نکرد، مرد. یعنی بدترین یونیت جنگی که تو زندگیم دیدم قوله بود، بیشتر به آدمای خودش دمیج زد. سکانس جنگ با قوله زیاد هارمونی نداشت. ارندیر از دیوار یو پرید، اینو خوابون زمین، هایکینگ با اسبش اومده بود با نیزه رو زمین اینو میزد. شی آدم حرفه‌ای‌تر واسه شات کردن این سکانس می آوردن. جنگ دم دیوارای ارگیان زیاد برام منطقی نبود. چجوری این الفا پشت به دیوار قرار گرفته بودن؟ شهر مگه محاصره نبود؟ این الفا اومدن از توی اورکای دیگه رد شدن، رفتن پشت به دیوار قرار گرفتن، دارن با اون اورکایی که شهر محاصره کردن میجنگن. و وقتی دیوار هنوز پایین نیومده، اورکا چرا پیاده نظامو فرستادن دم دیوار که راحت تیر بخوره؟ اول بذارید دیوار بیاد پایین، یا اگه میخوای پیاده نظام بفرستی با نردبون بفرست که برن رو دیوار شهر بجنگن. کلا استراتژی جنگی تو این سریال وجود نداره، اگه بخوای به این چیزا اهمیت بدی اصلا نمیتونی ببینی. منم سعی میکنم اهمیت ندم و رد میکنم. احساس کردم صورت ادار اون اواخر سی جی آیش طوری شده بود، در صورت رندیه رو میکشه ولی ایراندو نمیکشه، با اینکه حلقه رو ازش میگیره صرفا پرتش میکنه.
واقعا شاید اگه نازنین بنیادی نمیذاش بره رندیر رو زنده نگه میداشتن، ولی نویسنده دیگه نمیدونستن باش چی کار کنن. تمام اون سکانس های عشق و عاشقی این و نازنین بنیادی اون پسره وقتمون کاملا تلف شد، سرکاری بود. من معتقدم سکانس های هارت فوتو هم سرکاری، یعنی اونجاشو بزنید جلو هیچ فرقی نمیکنه. داستان دیورفا دقیقا چی شد؟ بابای قاطی کرده میخواد براگو آزاد کنه، کل ارتش بعد بمونه با اون بجنگه. یعنی اگه میخوای فقط جلوی بابا رو بگیری که 20 نفر کافیه، لازم نیست کل ارتش رو نگهداری. اگه میخوای با براگ بجنگی که نمیدونم دورفا با اون تبرای کوچیکشون میخوام با اون چیکار کنم. یعنی براگ کوچه بغلیه دیگه، همه هم میشناسنش. اگه واقعا همچین موجود شیطانی اونجا بیدار شده، شاید موقع این دورفا خزدون برن، نه که باش بجنگن. اونجایی که گفتن ما تنها چیزی که برام مهمه لویالتی و وفاداری، در حالی که داشتن به شاه خودشون خیانت میکردن، در نوع خودش جالب بود. Dwarven loyalty is a force stronger than any sorcery. یکی از چیزایی که این سریال ازش رنج میبره کمبود کاراکتر مهمه. یعنی الفای مهم یه هایکینگ یه ارانده. برای اینکه اون سکانس جذاب شه و بیننده اهمیت بده، شمشیر رو باید بدن به همین دوتا کاراکتر. اورکا وارد شهر میشن، سریال با یه آهنگ هوی متال تموم میشه که با اینکه عجیبه هوی متال رو کار توکین، ولی باحال بود. نظر کلیم در مورد این اپیزود که اپیزود جنگه اینه که دیدی بعضیا پولو بد خرج میکنن، حیفت میاد. مصداق سازنده این سریاله پولو ویس کردن. اگه بودجه سریال صرفا 50 میلیون بود اوکی بودن، ولی هر فصل این سریال 200 تا 250 میلیون بودجه داشته، صرفا این 200 میلیون رو من نمیبینم تو این فصل. حتی قسمتی که جنگه و بعد بهتر کنه، اتفاقات احمقانه‌اش انقدر زیاده که جلوی خوبیا رو میگیرن. واقعا ناراحت کننده است قصابی لور توکین رو اینجوری میبینیم. We have to break the foundations! Quickly now! نمره من به قسمت هفت سریال رینگز آف پاور 5 از 10. با اینکه قسمت قبل بهتر شده بود، اما سریال مشکلات بنیادین داره. سازنده ها کار بلد نیستن، کلن این کار نیستن. همونقدر که تو درام و دیالوگ ضعیفن، تو اکشن هم ضعیفن و بهترین قسمتش هم ناامید کننده است. فقط یه قسمت دیگه فصل دوم مونده. دوست دارم نظرتون رو در مورد قسمت 7 بخونم، حتما برام کامنت کنید. اگر تماشای ویدیو لذت بودید، ویدیو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که از اومدن ویدیو جدید باخبر بشید. تا بعد، فعلا.